سلام بچه‌ها، به قسمت سوم از برنامه چگونه فیلمساز شوید خوش اومدید. امروز میخواییم توی این ویدیو یکی دیگه از مبحث هایی که توی فیلمسازی به دردتون میخوره رو با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم و اینکه بیش از این دیگه وقت تلف نکنیم، بریم برگردیم در مورد مبحث بعدی صحبت بکنیم. فعلا خب بچه ها، مبحث بعدی که شما احتیاج دارید بدونید برای یک فیلم ساز شدن این هستش که شما آیا به تهیه کننده احتیاج دارید یا نه، یا اصلا تهیه کننده چی هستش. ببینید بچه ها، تهیه کننده کسی نیست که میاد بهتون پول میده تا یک چیزی رو برید بسازید. ما توی ایران مخصوصا خیلی به اشتباه شد حالا جا افتاده که تهیه کننده اون کسی هستش که پول میاره سر پروژه، به شما پول میده یا مثلا ساپورتتون میکنه که فیلمو بسازید. این قضیه اشتباه نیست، یعنی تهیه کننده شاید پول بیاره ولی تهیه کننده اون شخصی نیست که پولو میذاره. یعنی تهیه کننده نمیاد از جیبش پول بذاره شما یک فیلم بسازید، یک برنامه بسازید یا هر چیزی. تهیه کننده صرفاً اکثرا، البته بعضی مواقع، پلی هستش بین سرمایه گذار و سازنده که این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنه و به اصطلاح خودش میشه تهیه کننده اون کار و خیلی چیزا رو برای شما تهیه میکنه، که یکی از افرادی که مستقیم زیر دست تهیه کننده کار میکنه یا مستقیم زیر فرمان تهیه کننده به اصطلاح کار میکنه مدیر تولید هستش. مدیر تولید کسیه که تمام احتیاجات صحنه رو برآورده میکنه، یعنی اگر ماشینی بخواید اون برآورده میکنه، ماشینی بخواید تهیه میکنه، فراهم میکنه براتون، اگر لوکیشنی بخواید براتون تهیه میکنه. همه اینها به عهده اون مدیر تولید است که مستقیم از تهیه کننده به اصطلاح تمام حرکاتش رو چک میکنه، هماهنگ میکنه. و اینکه در کل شما برای یک فیلم احتیاج به تهیه کننده دارید، هم بله هم خیر. بله به این دلیل که اکثر دنیا، تو اکثر جاهای دنیا، توی اکثر جشنواره ها جایزه فیلم یا جایزه اصلی بهترین فیلم به تهیه کننده اون فیلم اهدا میشه و خیلی خوبه که بدونید اینو، چون به کارگردان این جوایز اهدا نمیشه، جوایز بهترین فیلم. پس اینو در نظر داشته باشید که اگر تهیه کننده میاد برای فیلمتون و به اصطلاح حالا یه هزینه میکنه یا بالا سر پروژه وای میسته و به اصطلاح پروژه رو دست میگیره، مطمئن باشید که خیلی از جوایز رو خواهد گرفت و قبل از اینکه اصلا بخوان قراردادی ببندن، تو قرارداد 100% ذکر میکنن این قضیه رو که مثلا سهم تهیه کننده اینقدر هسته، سهم مثلا گروه تولید اینقدر هست، سهم کارگردان اینقدر هستش. و این قضیه باعث میشه که خیلی ها برن سمت سینمای مستقل یا اصلا به طور کلی هنر مستقل، که الان خیلی داریم میبینیم توی موزیک هستش، توی سینما هستش، توی هر چیزی که به اصطلاح به تهیه کنندگی احتیاج داره. خیلی ها به این علم رسیدن که ما خودمون بشیم تهیه کننده خودمون، اگه هزینه قراره بشه خودمون از جیبمون بذاریم. و به یک جایی که رسیدیم، یک جایزه‌ای که اومد، یک جایگاهی هم اگه رسیدیم، حداقلش اینه که برای خودمون باشه، خودمون تهیه کننده اون کار باشیم و به طور کلی خودمون صاحب اون اثر هنریمون باشیم. چون همون جوری که گفتم همه جای دنیا، اکثریت جشنواره ها فیلم رو به عنوان تهیه کننده میشناسن، یعنی صاحب فیلم تهیه کننده هستش. چون توی سینمای حرفه‌ای تهیه کننده یک فیلم کسی هستش که حتی کارگردان رو هم استخدام میکنه و از طریق کارگردان اعضای گروه رو استخدام میکنه و در اصل اون تهیه کننده است که میاد این فیلم رو شروع میکنه. کارگردان نیست که مثلا بیاد دنبال تهیه کننده بگرده و اینا. دقیقا توی همه جای دنیا این قضیه برعکس هستش.
مثلا البته هستش این که مثلا کارگردان یا نویسنده‌ای هستش که فیلمنامه آماده داره یا کارگردانی که یک فیلم آماده‌ای داره که منتظر یکی بیاد تهیه کنندگیشو انجام بده، هستش همچین چیزهایی، ولی اکثریت پروژه‌های بزرگ اینجوری اتفاق میفته که یک کمپانی به عنوان تهیه کننده میاد، قرار میگیره و یک فیلمنامه رو میخره، بعد یک کارگردانی استخدام میشه و تک تک اعضای گروه عوامل استخدام میشن و میرن برای ساخت فیلم. پس اصول ساختن فیلم اینجوریه که یک کمپانی یا یک تهیه کننده میاد، یک فیلمنامه‌ای داره، یک ایده‌ای داره، یک طرحی داره، اینو بزرگ میکنه و جزئیات رو بیشتر میکنه و میره برای ساخت فیلمه. و در اصل فیلم به عنوان مالکیت تحت مالکیت تهیه کننده قرار میگیره که اکثرا کمپانیا هستن توی دنیا، ولی خب توی ایران آنچنان فکر نمی کنم جا افتاده باشه که اکثر فیلمسازهایی که میان میگن که خب ما چجوری تهیه کننده پیدا کنیم، چجوری سرمایه پیدا کنیم، و خب کسی که هزینهشو داره خودش هزینه میکنه از جیبش فیلمشو میسازه، کسی که نداره متاسفانه نمیتونه فیلمشو بسازه و خیلی این قضیه ناراحت کننده است. این در صورتیه که توی تمام دنیا کمپانی با آغوش باز از یک فیلمنامه خوب، از یک فیلم خوب حمایت میکنن، به این دلیل که سینما حرفه‌ای هستش، سینما سینمایی هستش که براشون پول سازه، نه مثل سینمای ما که مثلا چجوری بگم آنچنان به نظر من حرفه‌ای نیست که بخواد مثلا کمپانی خیلی بزرگی بخوام بیان سرمایه گذاری بکنن، سرمایه گذاری خیلی بالایی بشه در مورد فیلم‌ها، مثلا میلیون دلاری تو همین فیلم‌های اخیر مثلا میلیارد دلاری هزینه بشه. و اینکه الان سرویس‌هایی مثل نتفلیکس یا آمازون دارن میرن به سمت تهیه کنندگی که این برای کمپانی‌های فیلمسازی قدیمی مثلا وارنر یا مثلا کولومبیا پیکچرز یا اکثر اینها خیلی خوشایند نیست، به این دلیل که خب خیلی کارها کمتر میشه برای اونا، خیلی سوداشون کمتر میشه، چون اکثر این کمپانی‌ها جدا از این که توی تولید این آثار نقش دارن، توی پخش این آثار هم نقش دارن، ولی خب نتفلیکس و مثلا آمازون چون ویودی های خودشون رو دارن، شبکه های پخش آنلاین خودشون رو دارن، به این دلیل به اصطلاح دیگه نمیرن سراغ کمپانی های بزرگتر و سود و مستقیم به جیب خودشون واریز میکنن. یعنی طرف میاد فیلم رو تهیه کنندگی میکنه، فیلم تهیه شد، میاد توی شبکه خودش اکرانش میکنه، توی شبکه خودش نشونش میده و هم از نمایش فیلم داره سود میبره، همین که از ساخت فیلم داره سود میبره، تمام جوایز برای اون کمپانی میشه و خب این یک اعتباری میشه برای اون کمپانی سازنده. بگذاریم از بحث تهیه کنندگی، یه مقدار فاصله بگیریم، این که آیا ما به تهیه کننده احتیاج داریم؟ اولش گفتم آره، اون آره رو گفتیم که به این دلایل ما احتیاج داریم و الان نه، باز هم به همون دلیلی که اگر تهیه کننده وارد فیلم شما بشه 100% تمام حقهای اون فیلم، تمام حقوق اون فیلم برای تهیه کننده میشه. پس اگر سراغ تهیه کننده میرید یا تهیه کننده سراغتون میاد، حتما اینها رو در نظر داشته باشید قبلش. تا همینجا به نظر ما برای این برنامه کافیه که یه مقدار در مورد تهیه کننده ها صحبت کردیم که آیا برای اثر هنری که میخواید خلق بکنید تهیه کننده احتیاج هست یا نه. و آن موضوعی که خیلی مهمه اینه که شما باید به این فکر بکنید که فیلمتون تو چه مدیایی قرار نمایش داده بشه، اینکه شما یک فیلمساز هستید و میخواید فیلمتون رو کجا نمایش بدید، این هم خیلی مهمه. اگر شما به این فکر میکنید که فعلا فیلم بسازید تا مثلا تو شبکه‌های مجازی قرار بدید، توی یوتیوب، توی اینستاگرام یا انواع این شبکه‌ها می‌خواید قرار بدید، به نظر من حالا خیلی واسه تهیه کنندگی زوده. اگر چندین و چند تا فیلم دارید، رزومه خوبی دارید، میتونید دنبال یه تهیه کننده خوبی برید یا منتظر باشید یه تهیه کننده خوب بیاد سراغتون که فیلمتون رو براتون تهیه بکنه.
خب بچه ها خیلی خیلی خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگر نظری پیشنهادی چیزی دارید این پایین برام بنویسید. اگر این برنامه رو دوست داشتید لایک یادتون نره، برای دوستاتون بفرستید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. حتما هفته بعدی برمیگردیم با یه موضوع جدید و اینکه مراقب خودتون باشید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. فعلا خدافظ.